Bəli. Kancıl. Niye kart? Şoma. Mən nisəm. Dök kart. Şoma. Mənəm nisəm. Nömr xoram. دوبل بقیهش بله فوله هست استرد فلوش بده بینم امشب دیگه بسه باید باختمون جبران کنم ولی تو که دیگه پول نداری الان ترتیبشو میدم عزت ببینم این عزت کجاست نمیدونم کجا رفتی مگه نگرگیشم بگو دیگه نوازه این مزخرفت بگو بینم چقدر پول داری آی اگر غلط نکنم باز هم با وقتی قوانه تو برم که این برج زهرمار میمانی خفه جواب منو ده چش قربان دعوا ندارد گی پول دستی میخواد ازدم بگیره دعوامو والا با اغلی بی اغلی بنده تیجیب منو بتکانم همین دفعه زدتو منو با سلاحت والا دیگم ندارم عزیزم بچه ها رفتن خیلی خوب تو برا تو ماشین تمن بیان بریم ازم اینیشی سرجت برو توی ماشین تامن بیام اینه ببین خیال میکنم من راننده نوکره چی کاره؟ من راننده اینم قربان ولی با خدا نوکر تو هم فقط قربان تو هم میرم در باشت آه نه حالا وقتش نیست بذار کارمو بکنم چه کاری با نتر از این که بیایی توی باقه در باقی در بیزر کنر بیزم شده ره قربان تو هم میرم بیا دوتایی بریم توی اتاق تو یه بده میخوام جو فکر گوش بایدی بریم باقه خب من دیگه میرم عزیزم شب بخیر شب بخیر راحت بخوابی خوشی جون رفت زود بیا خوب خدافیز عزت آمدم آب و خدا دارم میام برای من دسواج جایی خطو دست از سر این دختره بر نمیداری ها؟ بنده که قربان بر میدارم مگه شما دست سر سامی خانم بر میدارین تازه که جناب علی یه دن زنانم داری من بدبق از بغلی از بغلیم خیلی خب بسته دیگه را بیفرین با چه شما بفرمایی سوارشین بنده میام دیگه با بفرمایی صبح بخیر کروسا دارن ابو عطا میخنن شب بخیر اوی اوی زرا بالاخره اومدی؟ آره مگه قرار نبود امشب زودتر بیاد چرا؟ ولی متاسفانه گرفتار شدم نمیدونم تازگی ها چرا اینقدر گرفتار شدی بهتره یه کمی به زندگیت برسی حق با توی ولی کمک کردن به مردم فقیر واجب تر به خدا قسم تا وقتی مردم بی خونمون و صاحب خونه نکنن یک لحظم راحت نمیشه تا همین الانم داشت ترتیب تقسیم خونه ها رو میدادم
من خوشحالم که اینقدر به فکر مردم هستی. تو خیلی خوبی. عزت چه خریه؟ خودم گوششو میکنم میذارم کف دستش. از اون گذشته اون الان عین خرس داره خورناسه میکشه. خرس اون هیکل درست. اونو تو گم کن و الا داد میزنم. ای بابا داد نزن. الهی عزت قربون قد و بالات بره. میدونی از قدیم گفتن عقد نوکر و کلفت و روح آشپز. بله بله آشپز و عقد آشپز و کلفت و رو آسمونا بس. غلط کردن با تو یه رز طولانی سلام و زهر مار سلام و درگی به گور پدر تو. آخه مرتی که ایسی میکن افت دراز تیر سمنتی میبخه تو نیست میشه به اینجا چی میگونی ها؟ والا اومدم خواستگاری. این نیست به شب آخه؟ آدم عاشق نصف شب و دم صبح سرش نمیشه. آخه آدم عاشق به گور پدر تو میخنده دره نامرد. مگه تو نمیدانی طرف نمزده منست؟ چرا میدونم ولی چی کار کنم دست خودم نیست این کار دله. اه؟ عزیزه تو تا کوتک نخوری آدم نمیشی بی بخاره نامرد. زلم به نظرم تنه این آشپزی میخاره این تا کودک از دست من نخوره آدم نمیشه. من چه من که یه موی تو رو با ست و مثل اون عوض نمی کنم. الهی من قربان تو برم منم ستای تو رو با یکی از اون گلپتایی که میشنختم عوض نمی کنم. قربان تو برم من سردم بریم تو اتاق یه کاری با تو دارم. قربان شما خجالتم ندید خواهش میکنم هیچ قابلی نداره تصدق همیگی خجالتم ندید قربان شما برم. ای مردم خیلی خوب و خیلی نجی ای هم ولایتی هایی که دنبال خانهای ارزان قیمت میگردید اگر واقعا خانه خیلی خوب ارزان قیمت لازم دارید فقط به مؤسسه آی علی خان خدا پرست اطمینان داشته باشید که این مرد واقعا خدا رو میپرسته. مگه مرز داری اخه تخم جین از حتا لخم کفته کاری هچی آقای خدا پرست کارت داره گفتن زود تشکر این دسته خدا داری این مؤسسه رو گیل بگیره که من یکی از دست همینه راحت بشم بود خدا ای به زمین برم بخورید بچه این تخم خرمال کیه نه مرده بزن تو سرشا اخه مر بمر ما داغن شد بمرگ تو بگیری زیر باقل من مردی مگه بفرمایید اینم 5000. خیلی متشکرم. ببینم شما 10 تا خونه رو برای چی می‌خواید؟ والا ما کارمون اینه. خونه ارزون قیمت می‌خریم بعد از یکی دو سال چند برابر آب می‌کنی به مردم. بابا باریکلا این بهش میگن آدم زیرنگ و باشرف با مرگ تو شرافت از غیابه این مرد تو توق میزنه. اما خود مانی ما تو واقعا از خریه دست اولاغ از پشت بسی وگرنه مردی ایساب اگر من جایی تو باشم هرچی دار اونو داره دارم هم میفروشم پولشو میدم با آی خدا پرست منزل میخرم میذارم که یه روزی همه اینا زیاد باشه با درد بخورم مرد. باشه ما با همین کاره میشه. بله چون خونه های شما خیلی ارزون داره. بله بله با خدا به شما مرحمت زیاد شما مرحمت علی زیاد لطفا علی رو پیت نزنه صفا بردی قربان سپردیم به اسرائیل برو که الهی بر نگرد برو بجرد بفرمید خوب متشکرم مبارکی از حالا صاحب خونش برو خونه اسباب اساسی رو جمع کن تا من خونه شما خدا عمرتون بده که عهد و عیال منو از اجاره نشینی راحت کردید. خدافظ. خدا شاید فرشمونه تو بانگ رو گذاشتیم تا این پولو درست کرد. خدا بهتون عوض بده که اینقدر فکر ما مردم بی خونه بونه حالا چه روز اکسا خونه جواب میکرد بچه های یتیم هم تا اوم دارن دعا بودی دستم. گریه نکن مادر به زودی صاحب خونه میشی.
خدا عمرتون زیاد کن. خدافظ شما. صبر کن. بله. یه دقیقه صبر کن. رد شو کنم. بیا پولتو بگیر. من یه خونی مجانی بهش میدم. آقا جو برو دست تو بپول سر. برو خیالت راحت باشه. نفهمیدم چی شد که گربه عابد شد. عابد و زاهد و مسلمان. یه ببینم رسی رسی جنابالی دلتن سوخت و از پول گذشتی. بله اگه قرار کلا برداری کنیم چرا کلا یه پولدار رو بر نداریم؟ الان بسه باید بیف بریم. باید باید حرف بزنم. بهتره بریم یه جای دنجی که کسی حرفامون رو نفهم. را بیف. ما نفهمیدیم این شریک دوزی یا رفیق غافله والا نمیدنه. میدونیم اون زن خیلی رو من اثر گذاشت، منو بیدار کرد. چرا میخندی؟ خب خندم داریدی یه تو کولایی صغیره که بیره وردشتی تو رو ککه تو هم مگذید. حالا چطور شده که عشق یک بیوزن تو رو اینقدر به هیجان آورده؟ من این همه رو آورده که اینه با من بگویی ها؟ آره همینطوره. گاهی وقتا با یه اتفاق کوچیک وجدان آدم بیدار میشه. عجب صحیح. پس بفرمایید اون موقعی که جنابالی کلا برداری میکردی و پول بی زبان خرج زنهایی مثل سامی میکردی وجدان جنابالی خواب تشریف داشتن که بلاله ها؟ آره عزت، ولی حالا پشیمونه. ولی دیگه پشیمانی سودی نداره، دیگه تو به آخر خط رسیدی. همین روزها مردم سرصداشان در میاد، میان یخچال تو رو میگیرن و خانه خودشانه میخوان. تکنم بخوری رفتی اونجایی که عرب نینداختن. اگه از روز اول به حرف تو گوش کرده بودم به این روز نمیافتم. باور کن اگه آدم عملگی کنه و یه لقمه نون حلال در بیاره بهتر از اینه که سفرش از خونه یه مش آدم فقیر بیچاره رنگی باشه. من که این از روز اولم به تو گفتم قربان تو برم تمام این بدبختی ها را اون دل حوسباز تو سر تو میاره جان. حالا تو باید کمکم کنی، باید منو از این مخمصه نجات. اتفاقا خیلی هم فکر کردم من یه راه حل ساده‌ای به نظرم رسید. یوری خواهش میکنم زودتر بگو. یعنی بازم بیا یه کلکی بزنی. یوری خودتو سربونش بخونده راحت. یعنی میگه خودکشی کنم؟ نه بابا جان، باید یک جایی بری مخفی بشی یا خودتو راحت بزنی به دیوانگی تا آبها از آسیا بیفتن. فردا منم میرم تو روزنامه ها اعلام میکنم که آقای خدا پرست برای معالجه یک سری ناراحتی رفتن زیر گل چی رفتن آفریقا. اگه تو نبودی من چه کار میکردم؟ کلا برداری. بله والا بو خوده. این جانب علی خداپرست که برای معالجه عازم اروپا هستم، بدین وسیله از کلیه دوستان و آشنایان که موفق به دیدارشان نشدن خداحافظی می نمایم. علی خانه خانه چرا اینقدر دیگه تنوره می کشی؟ مثل بچه آدم بگیری بخواب دیگه. چقدر بر می گیری بذار بخوابم. خب چرا اینی بری نفسی؟ یه دفعه اون بر کپه مرگ تو بذار. دلم میخواد اینجوری بخوابم. کت پلخوری رو ولش کن. کت پلخوری رو ولش کن. خیلی خوب کپت بذار. این دیوار توالت خراب شده رو من پدر نامد دهنشم چه توی میده؟ من اول شنیدم رو پیاده شیم. در زم کارم دارم روتون بلم خلاف عدب دارم. خوش ماده آقای شاگر چیشه میشه که بیاد تو والد کجا داداش ببخشین آهای اخبی داداش خدا نکردی کرکی نیستی فقط طولاقی. چیه بنار بینم؟ ببخشید آه کجا میتونم یه حلقه عروسی بخرم؟ خجالت بکش مرسی که مگه من با تو شوخی دارم. چی کار کردم؟ اگه کسی بخواد عروسی بکنه آرمنگی صحیح
پس تو حلقه ازدواج میخوای، بله؟ مگه تو شهر شما حلقه ازدواج با حلقه عروسی فرق داره؟ آه خیلی خوب، بینم پول مولده. آره اگه پول نداشتم که سراغ حلقه نمیومدم. خیلی خوب، را بیافتاری بریم. تو همینجا وایسا تمام برم برات حلقه بگیرم بیارم پولو بده بیدم. خیلی خوب باشی چشم الان تقدیم میکنم. اجازه بدین تقدیم میکنم. این مال مشیر میزونه، این مال حاج قربونه، این یکی مال سفر علیه. آن این مال خود ببین باش چقدر باید برای حلقه تقدیم بکنم. به تر بیا داداش اینجو هرچی بیشتره. خدا عوضی بیت بیره. ای داری اینجا تکون نخور یا چشم از اون یارو ور نمیداری. همون یاروه خیلی خوب باش. الان بر میگردم. برو جونم میسی سه چرچشمی موازه بیشم. برو خدا به هم رد. خدا شفاعت بدی. چه مرد نازنینیه. گفتی چشم از اون یارو ور ندارم ها. آراجه پنج دومره پنج دومره آراجه مردم آراجه چه نگاه میکنی؟ به اونا کی دستیتی؟ یا بخر یا برو بذار باد بیار. مگه من جلوی باد رو گرفتم؟ من منتظری حلقم. چی؟ به ازام کن جون بونی به من میزنی خرمیه. اونجا رو نگاه کن. آره آره خودش رو ببین به چه ریختی خودش در آورده. زود برای یه پاسمان بردیم. بیا تو با تم ناچه نگی من کلای خودمه آقای ژاندارمری. به خدا قسم من اصلا اینو نمیشناسم. ببین چه جوری صداش عوض کرده. تو کلانتری همه چی معلوم میشه. را بیافرین. پس شما انکار میکنین؟ نه غلط کردم. اون کاری کردم. اجازه میدین منم نگاهش کنم؟ بیا میرسی. نه به مرگ شما خود خودمم. ببین چه خوشگل شدم. نه آقا مگه ببینه خیلی خوشحال میشه به مرگ شما. ها بهتر پولشونو بهشون پس بدید. بهتر چه پولی؟ قربانت گردم. همون پولایی که بابت زمین ازشون گرفتی. کدوم زمین؟ بابام تمام زمینا رو توش گندم و یونجه کاشته. دیگه زمینی نمونده به خدا. طبق سندی که به این آقایون دادی مبلغ 3500 تومن بدهکاری. اگه ندی زندونیت میکنم. نه بابا میدم چیشم هم کره میشه. این چه بدهیه که خودم نمیدونم. باشی نشکنی بابا نشکنی. بشکن آقا اینم نشکنی. نه مادر اونم که دست شماست نشکنی. امتحانش مجانیه. نشکنی باید نشکنی. میگی نه بیفرمو. پس چرا دروغ میگی مرد؟ اینی که شکست. ده خوب گیرت آوردم. رو آسمونا دنبال میگردم. رو زمین پیدا کردم. ناکس شارلاتان کنار برمیشتی و هرنی. هنه به نظرم با شماست آقای شارلاتان. خودتو به خرویت بزن جان و پولو بده. پولو رو بزن. خیلی خوب چرا همه به من میگن بیده؟ یکی نیست به من بگه بیا بیمیر. ببین آقای نشکن به تو هم بگیر کارم. خودم نمیدونستم خرمه که برم به تو بدی خرم پولی که میگم. خب چرا جندر میری ایستا میکنی؟ من که هرگی ندارم مقاومت بیفایده. این پول مشخصن بیچاره. آها
خوب کن مرجان. بگو ببینم که یه دلنگی موی راه بندد یه پولوی حسابی درست کنیم و بگیم این خلق الله مفت مجانه در راه عریسی ما بخورن. اختیار زن دست مرده، هر وقت تو بگیری رضا کنیم. حالا که اختیار دست مرده پس همین الان راهش بندازیم. گلنار جان به خدا دیگه پولی ندارم که برات حلقه بخرم. هرچی داشتم ازم گرفتم. من به تمام مردم این شهر بدهکار بودم و خودم نمیدونستم. مرسی آقا. پولم رو زدن، حالا چیکار کنم؟ پاشبان! 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 اینم بدهکار بودم و خودم نمیدونستم. آقای دوست بگیرینه! همین داره من ندارم. نمیتونم اینجا توقف ممنونه. سرکار جیون اولم و دازدیده. سرکار جیون یه باشی خانه پرم چی میخوای امو؟ اون بابایی که اومد تو ندیدینش؟ نه همین گوشی دینه را قایم شدید. ایداش میکنم. آفیت بشه قربان. سلامت باشی. کجا آقا؟ اوزا خیلی غمر در اغرب دو تا طلب کار آمد رفیل توزو سباش بزنگه بزنگه بچه بزنگه بچه بزنگه بچه ایدی بریر اوه چه بسی جوشه بود؟ آی پسر بیجو رو بینم لباسای من کجاست؟ شما تا الان تشریف بردین؟ خود پدر سوختش سر کن. این کلک خدیمی شده را بیفت بریم. از این که من از دست اونا فراری دادیم ممنونم ها. رفتی حمام چرا صدات عوض شده بود؟ ای کلک، حالا دیگه برای بنده موقع سوار میگونی؟ راستی راستی که شیطان باید بیاد پیش جناب عالی اکیر دوکی بازی بکند بخوده. چی داری حرف میزنی؟ اف این اشکان از بیخ عربه. خلاصه طلبکارا همه جا که میبینی پخش و فلان قربان. بهتره یه چند وقتی جناب عالی از منزل بیرون نیایی با الا یه چند وقتی باید بری آب و خونک بخوری. کله کرم میزنن با چراغ غیر قربون دستت. کاسه آب و خونک رو بده بخورم چون خیلی تشنمی. بابا واقعا خیلی آرتیسی بخودا. خیلی خوشم آمد ولی پیش ما دیگه هنه جناب علی هیچ جوری رنگ نداره. آها ما خودمان گنجیش که رنگ میکنیم جای کرگدن میفروشیم. گنجری با من سپایی
وایسا. چی؟ جون مادرت وایسا. آره وای پدر تو اگر من وایسم سو نظری تو نسبت به من داری. ای خدا با مریت برای این مردی که پای دیوانه شده پر شده وایسا. من وان نمیستم حالا تو برای تو. من آشپزم قربان. سیبیلم داری آیا کارا باده نکنی؟ چرا یکی نمی سر پاک دیوانه شدی دنبال سک برای چی؟ ببین پاکیم چی میخوای جانم؟ جان مادرت بایو 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 صبح خیلی عزیزم بیا تو من منتظرت بودم نه نه تو نامحرمی نه نه سلام سلام از کنم قربان من راننده جناب علیم من نمیشنسی من فقط راننده جی میکنی من بزن من کجا میخوای بپنی به خدا من آمرا ازیاد نشون دوگا دسته تو جناب علی بله بله قربان آقا نسی آدم آمد آقا بفرمایی من شکست بهتر بری منزل سامیه سامیه خلا منتظر که من شکست چه تیشان برای شما تیلیفون کرده بود سامیه کدوم خریه اختیار داری قربان عشق جناب علی همون زیباست نم سمین بدن شکست بخود همه جب خورد شد دزم یادم باش قربان من راننده شما هستم چش من این حرفا سرم نمیشه سامیارم نمیشناسم من فعلا تو رو میشناسم داده بیدا چی تو نمیشناسی قربان اون عاشق شماست برای شما میمیره این تم بیمیره من دروغ نمیگم با مرگ خود عاشق منه و خودم هم نمیدونستم بله بله خبر نداشتی شما ببینم این سامی شوهر مورم داری شوهر نه بابا شوهرش کجا بود نامزدم نداری نه جان شما نامزد نداره اصلا هیچ کسی نداره با مرگ شما تو بیمیری عجب آدمی پس گناهی هم نداری یا مرگ تو بفرما بریزم بریم که سامی یه بدنم خیلی شدی یعنی چی؟ نمیدونم بس ببینم نکنه علی باشه بیتابم بیتابم سلام بیا تو بقلم بیا چی خان داری میخوری تو باید اگه این سامیه نیست نه قربان این بامیه است این مال منه مال تو سامیه است که بالا اونا اون بالا چی کار میکنه؟ چیره تو بخار اونا چی کار داری؟ من دوتا باید فقط به فکر خودمان باشیم تو قربان یه جلو آتا کارمون تموم نشه خبری نیست بره و بابا تو هم همش باده سر خرمن میدی جاروت کردم پاروت کردم زرفای تو رو شوستم بفرماده چه کاری مونده که باید بکنم وقتا مونده باید اونا رو هم بشورم ای بو خوشکی شانس ری تو یه دنه مجمع رضای خدا با من بده من قوت بگیرم رخنه ای تو رو بشورم دیگه یا تو مرگی بیزار آره من فقط آرزوم اینه که یه روز با تو ازدواج کنم میدونی موضوع چیه آخه من یه وقتی معرکه گیر بودم خب خودتو جمع جور کن بریم کافی هم تو یه خورده
استراحت کنم. هم من برنامه رو اجرا کنم. ولی باید شب بیای اینجا که با هم قرار ازدواجمون رو بذاریم. میدونی من در ازدواج خیلی سخت گیرم. اول معرفه میگیرم بعد تصمیم میگیرم. سلام، گوش کن، یه خبری برات دارم که از تعجب شاخ در میاری. علی رو که میشناسی؟ آره دوستم، نمیدونی چی شده، یه مرد به تمام معنا. چی برات بگم، مثل فولاده. راست میگی؟ چی؟ بهت نگفت چی کار کرده اینطوری شده؟ باور نکردنیه، باید به همه خبر.
الو سلام بدرال ملوک جون، حالت چطوره؟ آکل گرفته این برا پیدات نیست؟ چه خبری؟ چی؟ تو رو خدا نه، پس واجب شد حتما ببینمت. خیلی ممنونم که بهم تلفن کردی، خدا حافظ، یعنی بای بای، برو گم شو. واف 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 چه حرف، واف مردمو میبینی آدم کلافه میشه، یه کار تلفن کرده که این خبر رو بهم بگی. چیه قر میزنی؟ بدرالملوک خبری بهم داد که از ناراحتی نزدیک بود بالا بیارم. چه خبری؟ شنیده معشوقه یکی از دوستاش از لحاظ روابط بین المللی فوق‌العاده است، گفت میخواد پسره رو ازش قر بزنه. آدم به کی میتونه اطمینان کنی؟ من یه حرف خصوصی به اشرف زدم، شیپور برداشته همه رو خبر کردی. پس تو هم میدونی؟ بله علی دوست خودم. چه ناجنس، پس تو خودت این جریان رو همه جا پخش کردی. امیدوارم با همدیگه خوشبخت باشین. باید حتما به حرف من بی‌غرض توجه کنی. اصلا بچه‌ها رو یه روز دعوت کن و به همه معرفیش کن. همین روزا جشن تولدشی، همه‌شون رو دعوت میکنم، ولی اگه نگاهی چپ بهش بکنن چشمشون از کسی در میاد. برو دی آجان، برو بالا دی خانه خره، برو دی، برو برو، خدا تو رو مرگ بده، من از دست تو راحت میشم. بی بالا خجالت نکش، بیا بیا عزیزم، بریم بالا یه کاری بابت دارم، بریم خجالت نکش. پس بیا مردم پس بدی، بالا مردم پس بدی، بوناشون سر چهار آب میکنی، پول همونو بده، یالا بابا دیگه داد بزنی، پول همونو میگیری. خبره بابا؟ پوله رو بدی؟ نمیدونم، حتما یه خواهی رو افتاده. یالا پوله رو باید تحصه دیم، یالا پوله رو باید تحصه دیم، پوله رو باید تحصه دیم. ببخشید آقا، اینجا چه خبره؟ من خودم نمیدونم. از چرا با اینا هم صدا شدی؟ هرچی اونو بگه منم میگم، واسه خرده. عجب دنیایی شده. یالا پوله رو باید تحصه دیم، یالا پوله رو بدیم، پوله رو بدیم. من پوله رو پس میگیرم. ارتو چرا؟ ببخشید آقا، اینجا چه خبره؟ مردم برای چی داد میزنن؟ این خورن اشراس پولای مردم رو گرفت که بهشون خونه و زمین بده، ولی به هوای معالجه فرنگ و بس رفت فرنگ. میشه بدین یه نگاهی بکنم؟ بفرمایی، اصلا مال خودتون. یا حالا پولای ما رو پس بده. این که رضاقلی ها، یعنی رضاقلی کلاه برداری کده؟ از این آدم دو پا هر کاری بگی بر نه بابا، غیر ممکنه رضاقلی از این کارا بکنم، او آدم صاف و ساده ایم. روزنامه که دروغ نمیندیسه، مردم که دروغ نمیگن، بی خودی نی که یه چند وقتی آفتویی نمیشه. به نظرم با پول مشکربون و دیگرون این دستگل به آب داده. تو هرچی که میخوای بگو، من که بدین اون برات شده که رضاقلی از این کارا نکرده، او پاکتر از اونیه که مردم پشت سرش تو منبر برن. نمیدونم چی بگم، تا خودش پیدا نکنیم نمیفهمیم چی کار میکنم. دارم قبلم شهر و دیارم، بی
میره به زهرت دل صاف و ساده دود کلک زیاده شدی به دست این آلک بی اراده حالا این رسول دستان و نگاه ممن جنه دیگه باسی سبقا حالا این رسول دستان و نگاه ممن جنه دیگه باسی سبقا حالا این رستم دستان نگاه نمیتونه دیگه واسه سر با حالا این رستم دستان نگاه نمیتونه دیگه واسه سر با بس دیگه بس این احساسات به خرج ندین دیگه دارین حالمو به همه میزنین آقایون باید بگم که این دفعه است که ایده‌ای برای به دنیا اومدن من خوشحال هستند زمینن باید به عرضتون برسونم که من توی یک عدد تویله به دنیا اومده ام اوف که چه رومانتیک حرف میزنه مرسی عزیزم قربونون هم بیلینگ گیوه ویل میده ببینم کجا بودیم حالا هن والا توی تویله بودیم آهن یهدم اومد این که نمیذاره من تو تویله به دنیا اومدم یونه یه مشخر و گاو و گوسه فنده فنده آره فنده بله تو پشم و گوسفند پر مرغ لولیدم تا بزرگی شدم بیل زدم عملیگی کردم تو سری خوردم تا تونستم روی پای خودم وایستم وقتیم که بزرگی شدم عاشقی شدم عاشق دختری به اسم گلنار پولایی که با بدبختی جمع کرده بودم با خودم آوردم به شهر تا حلقه بخرم و با گلنار عروسی کنم و خوشبخت بشیم اما پام که به شهر شما رسید دیدم به همه بدهکارم و خودم نمیدونستم پول حلقه و پولایی که از مش حسن و مش رمزون و مش سفر و یه مش مشکی دیگه خلاصه گرفته بودم که براشون سوقاتی بخرم بهشون بدم دادم به دست طلبکارا اونام گرفتن حالا پولامو گرفتن به جهنم پاکی و صفا و شرف و انسانیت هم ازم گرفتن حالا شدم چوب دو سر طلا نمیدونم چه غلطی بکنم نمیدونم با چه روی به دهمون برگردم به مردم چی بگم بگم رفتم شهر افتادم تو درد سر قاطی آدم های متمدن بر خوردم و لولیده آخه چرا با من این کار کردین چرا مثل گرد منو پاره پاره کردین و ازم یه آدم بدهکار ساختین آخه چرا چرا ولی بهتون میگم از امروز دیگه میخوام یه آدم باشم میخوام خودم از میون شماها از میون این جار جنجال بکشم بیرون میرم که به درگاه خداوند التماس کنم که گناهای منو ببخشی خیلی بی‌غیرتین به خدا حرفای من سنگم آب میکرد شما میخندی کشتی Oh, yeah, don't
از خردیگونه مرد. بیچاره راحت شد. دستور دادن صبح زود ببریمش پزشکخانه. پس دوباره جریانو به راننده آمبولانس خبر بده. آخه گفتن صبح زود که همه خواب باشن. خیلی خب برو. باشه رفتم. مگه علی با تو نبود؟ چرا خانم جان؟ پس کجا رفتی؟ زیر گل. کی؟ من نمیدانم خانم، من نمیدانم. با خدا خانم جان، بندی که دسته کف منو بو نکرده بودم. تصدق تو برم، من تمام این شهر گشتم، زیر پای کفش بی صاحب منم سولاخ شده. این گرگی تیک نشده، بندی که سگ خورده رفته پای گارش با خودم. برو بازم بگرد، تا پیداش نکردی حق نداری برگردی. نجب گرفتاری شدم با خدا. میگم یه خانم جان، یا این مردکر تحویل دارالمجانینش بودی یا بنده رو مرخص کن بده برم دیگه قربان تو برم. اینقد حرف نزن برو. چش مرد شورین، یه لقمه نان ببر یکی بنده دارم میخورم. من اگه این مردکر گیر بیارم فوری تحویل دیوانه خانه میدم راحتش میکنم تو بیش. خیلی خب برو. میرم. بالا الان بابا پیداش میشه. بیا. خیلی دنبالت گشتیم ولی پیدات نکردیم. تو کجا بودی؟ چرا به دی بر نگشتی؟ چی شده؟ چرا حرفی؟ چرا ماتت برده؟ چرا اینجوری میکنی؟ ما که هنوز عروسی نکردیم. بلام کن، بلام کن، میگمت بلام کن، بلام کن، بلام کن، بلام کن، رضا خلی، میگمت بلام کن.
برو ای بیجا از تو به لامصب خجالت نمیکشی تا نکشتمت گورتو گم کن برو بیرون اون رضا قلی نیستی که میشد پشت سرت نماز خوند آداب و رسوم شرط را عوض کرده برو بیرون که منو ببینی خوشحال بشین داری راجب چی حرف میزنی؟ خنده داری؟ آقا خنگم تشریف دارن جلوی این اون منو کوچک کردی پرستیژ و شخصیت منو از بین بردی تازه میپرسی از چی حرف میزنم؟ دار تو پرا نگو من از اون شبی که اون انگشتر اون گردن بند رو به تو دادم دیگه تو رو ندیدم منو بردن تیمارستان تیمارستان؟ آره خیال میکردن من دیوونم بعض من تو رو متوجه این موضوع نمیکنه؟ چی داری میگی؟ تو این مدت با منو دوستان بودی نکنه واقعا عقلتو از دست دادی باید برام تعریف کنی در نبودن من چه اتفاقی افتاده هر چی میدونی بگو بابا عوضی گرفتین اونی که باید اینجا باشه فرار کرد به خدا من چرک نویس اون هستم شما باید بگردی پک نویس منو پیدا کن بیکن دیگه تو هم این دفعه رو میبخشمت ولی اگه دفعه دیگه خواستی فرار کنی میدم دست و پاتو به زنجیر بکشن من غلطی میکنم که فرار کنم آدم عاقل که فرار نمیکنه مگه نه تو رو خدا ولم کنی بذارین من فرار بکنم ببرینش بیرون یادت باشه بهت چی گفتم چشم ببینم پس به نظر شما من دیوونه هستم؟ بله بله دست شما درده نکنه پس بگو دیوونم بودم و خودم خبر نداشتم کجا منو میبرین؟ کجا میبرین منو؟ دکتر خوشرو بفرمایی بیام کنم بیا بیزاری من ازدنم یا تیمارستان آدمی سبزی شدی منو میخواد بیا اینجا کن علی آمدن دوباره میخواییم برا جاش بگیری علی آقا دیگه کیه؟ برا میگه دیگه من پس اسم من علیه با خودم هم نیستم من اینا هم رفقاتم اینا هم رفقامه هستم عجب خنگیم من که رفقای خودم هم نمیشین هستم من ببینم اون یارو که اونقدر لقلق میخوری چیه ها؟ اون میتونه تهیه کننده فیلمه ورشکست شده به این روزه شده مگه وقتی آدم ورشکسته بشه میره قصه خودش زده اون رو که دولت قصه رفت شده پس وایسه چیشش کور میخواست فیله بازی نکنه ببینم اون یارو چیه چی کاره است اون بیچاره هم دست مادرزنش سر کارش به اینجا لابد دست مادرزنش خیلی سنگینی بود پس برگونی خودم که حالا اینجام و ازدواج نکردم و دست هیچ مادرزنی هم بهیم نخورده خب حالا اجازه میفرمایین برم پیش هم فکرام برگونی تو بچه اومدم چرا همچینی بکنی؟ چرا نمزی دیستی؟ ساعت تو ساعت چنده آقای ساعت؟ ده ساعت دهه این ساعت یازدهه پس من آقا کنم یخ کنم آقای منم خودم آقای منم منم شما چی هستی؟ چی هستی شما؟ بی سفرم من تن مادر تنم زدم آقا شما فکر من وردی هستی؟ راحت کنم ای آقا تو چی هستی؟ من سامی جمال لابد حتما اونم که اونجا نشسته عبدالوهاب لتونه نه عبدالحلیم اشتنه هست بس دیگه نمیخوام چیزی بشنوم حتما این بلا رو سر زنم هم آورده جفتشونو میکنه صبر کن علی تو باید حقیقت رو درک کنی سلام به خدا هنوز آقا رو پیدا نکردی؟ نه قربانه تو برم با نظرم یک لقمه نان شده رفته توی آب فرو رفته هر طوری شده باید پیداش کنی خانم داره دیغ میکنه
برو برو پیکار تو، مثل این که بنده اینجا زمین آقا هستم. یکی با من نمیگه آقا تو خرد بچم من هست اصلا. من چی کارم؟ سلام آقا جان، آقا تو کجایی؟ آقا تو پدر ما رو در آوردی بو خدا، پدر را بیا، چرا بی خبر میذاری میری؟ آقا تسه تو به جناب علی برم بو خدا. سلام سلام، کجا هستی؟ چی شد؟ اینجره یه تروره کشید رفت این عوض احوال پرسیش گردن بندر میخواست بشکند؟ خانه خراب عجب زوریم دارد با من؟ چی چرا این کار کرده سن؟ من باید بفرمم. شما دیروز حالا لب به غذا نزدین، خدا نکرده مریض میشین خانم. تا علی پیدا نشه هیچی از گلون پایین نمیره. شیرین علی علی به شوهر زیگه چیم بابا آقا بلش کنین بلش کنین آقا بلش کنین علی تو خوب شدی؟ خدا رو شکر که نجات پیدا کردی. خفشا الحمدلله زبانتنم که خیلی خوب شد قربان. زبون من چه عیبی داشت؟ من با همه بدهکارم و خودم نمیدانستم. عزت بلو قربان، یه دقیقه بیرون باش تصلات کنم. با چشم قربان، ما آمدیم سر کارتون. شلا تنهایی با شروع ببینم شیرین، وقتی من مریض بودم روابطم با تو چطوری بود؟ منظور چیه؟ منظورم وظایف زن و شوهری. مهم نیست، بهتر حرفشم نزنی. برای من مهمه. حتی یه شبم به من نزدیک نشدی، همش فراری بودی، دائم اسم گلنار رو می آوردی. راستی این گلنار کیه؟ عجب جوون مردیه. تو چیزی گفتی؟ آره من درباره اون اشتباه چی داری میگی علی؟ بعدا همه چیزو برات تعریف میکنم. عزت بله سلام عرض کردم قربان. سلام. ممکنه یه دقیقه ما رو تنها بذاری؟ حتما. نه ما رو تنها نذار. ای امان بیا اینجا ببینم. بله قربان. بندی سلام بخوده. ببینم وقتی من مریض بودم بازم از مردم پول میگرفتید؟ تو باز مریض سیاه کردی ها؟ تو جلو شیرین خانم لور بازی میکنی دیگه جلو ما... نزن. گفتم پول میگرفتید یا نه؟ بله البته از بدر الملوک و امثالهم قربان. چیزی هم از اون پولم مونده یا نه؟ التپ قربان، باندازه راگی شما بخوای پول مردم پس بدی ما داریم، همشم جلو بنده تو جیب موجودات است. قربان میخواستم مرد بکنم شما وقتی مریض شدی نه خیلی طرفدار مرفدار پیدا کردی. نه گوش کن عزت، اون آدمی که این کارا رو میکرد من نبودم، اون الان تو تیمارستانه. باز شروع شد جلوتر جلوتر. قربان اجازه میدی دکتر خبر بکنم؟ با نظرم باز زده با مغز جناب علی بخوده. گفتم اون آدم الان تو تیمارستانه و تو باید نجاتش بدی. بله خدایا با من بدبخت رحم کن، من چی گناهی کردم؟ تو باید حرف منو قبول کنی، اون آدم شکل منه. نه. اون چوب کارای منو خورده و من باید خوبی اونو جبران کنم. البته اون نباید از این موضوع چیزی بدونه، فهمیدی؟ بله بله نباید بفهمه. چشم روی پس اجازه فرمایید بنده از اینجا در برم دنبال کارم. چشم میرم. وایسا دیگه برای چی وایسم قربان؟ زمنان تمام اون پولا رو بده به خیریه، برای بچه های یتیم. برای بچه های یتیم؟ پس تکلیف پول مردم چی میشه ره؟ اونا رو خودم میدم. از کجا؟ هرچی دارم و ندارم میفروشم و پول مردم رو میدم. عالیه، من تمام حرفت رو شنیدم، حاضرم تمام پسندازم رو بدم، هرچی از پدرم مونده بفروشم و بدم که تو پولای مردم رو پس بدم. من از روی تو خجالت میکشم، تو زن مهربونی هستی ولی من به تو بد کردم، تو باید منو ببخشی. این حرف چی؟ هر کسی تو زندگیش اشتباه میکنه، از اون گذشته. مرد زن و بچه دار آخرش مال خانوادش. راست میگه بود. من خوشحالم که تو به زندگیت برگشتی علی. در نره میبون
مشر بدی بیا. دیدیش؟ آها آها. خیلی خوب من رفتم. کجا با دیوونه شدیم ما دستی دستی؟ اگه من دیوونم و پس تو چی؟ بعد زمونه یه لومه من مونه گردم. راضی نمیشیم ما به ردیج مردم. بعد زمونه یه لومه من مونه گردم. راضی نمیشیم ما به ردیج مردم. دیوانه ها بفرمایین بازی. سلام ایزا، چقدر کشیدی اینجا چی کار میکنی؟ والا آمدم اینجا که تو را از اینجا واردارم ببارم دیوانه. من جام خوبه، اگه توم دلیت میخواد بیا اینجا، من پارکیت میشم. والا اینجایی که من هستم از اونجا بهتر نیست، ولی خب حالا وقتی نرفا نیست، آمدم زودتر تو را ببارم، دسته بده. جان مادرت بذار راحت باشم، اینجا خیلی بی اندازه خوش میگذره. تو اربای پدرتا، خاک پدرتا میگم، روی من زمین انداز. من آمدم اینجا که آقای من واردارم ببرم. هنه آقات، مگه آقای تو هم اینجاست؟ نه برر، آقای من توی ده قربان، از یه چرا میخونی؟ ما آقای تو هم بودیم و خودمون خبر نداشتیم. ما از زور بی آقایی با تو دیوانه میگیم آقا. اون دستی بی ثابت بوده اومم گیرم از دلم. بگیم آخ این دستم بگیر. سود باش برش شکم اما پاره شد. آی خانه خراب چه سنگینه. حرف نزد با پر پای شلوارت کن. تو چیه؟ بس بس نامرد من از دارالمجانی آوردی که گیر طلبکارم بندازی؟ ولی پدر مرده هاشام نمی کنه ها؟ چرا هاشام کنم؟ اون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ منظور ما این است که پول مردم بودی می دیم دیگه قربان. از کجا؟ ما که پول نداریم بیچه. چرا داریم؟ داریم داریم، خوبشم داریم. تو فقط بیا پایین کاریت نباشد. بفرما جان داریم.
سلام از رضاپوری آره. لباسات کو؟ تو دارالمفتی کی جا مونده؟ این پدرنامه منو آورده اینجا که به دست این طلبکارا شدیدم کنش. نه ترس، همه چی درست میشه. رب خط میکنم، تردی میشنه میدم داشت ما بیم، بفرمایی بفرمایی جان. امیل خوب باش. مجده آیا مجده مجده ساکت آقا ساکت آقا بولی ساکته ای مردم شرافت من و ای دوستان عزیز بنده خاطر ببینم ما دیگه گول تو رو نمیخوریم این پایین ها چه ما نمیگیری نامر اگه پولم و ندی خونتون رو با آتیش میکشم سگه کی باشی غلط میکنی یا نصفت کردن کلوفت بابا شوخی کردم عجب خریه سی تو شوخی هم سرت نمیشه مرد سر بلا نیستی شوخی بکنی بابا جان ما آمدیم اینجا پول همه این شما ها رو بدیم پس حالا زود باش اخ کمیدم کار دارم میخوام برم اینجوری که نمیشه جان من باید برین صف وایسین بعد آقا تشی بیارم دانه دانه بیان جلو بولتانه بگیرین برکم همه اگه تو صف تو صف بله صف اتوبوسن اون بایی بای چی بینم هول نزنین آجان هول نزنین اینقدر ما پول داریم که با همه شما ها برسد هیچ نراحتم نباشین توی سب باشید دانه دانه بیان جلو بولی تنه بیان هسخر بیان جلو هسخر افی بیان جلو بولی تنه بگیر بیان جانم بفهمه هزار و پونسد هزار و درسته اگه درسته خوب بیش بیدی امزاش یا قلوی نواشه از نمی کنم نه بابا امزاش خود آغاز ببین نگاش کن بفرمی خدا بهتون عوض بده بیا اینجا رسیدشی کجا میبری بابا این مال کجاست نفر بعدی نفر بعدی بیا جلو من متقی تو چقدر از من طلبکار بودی و که خود منم نمیدونستم 2000 تومان بده گواهی کنه امضاش اینم درسته 2100 تومان بهش بده 2100 تومان این 2000 اینم 100 تومان 100 تومان اضافه برای چیه دیواره؟ ببین از بس بیچاره دنبال طلبش اومده 2 تا 60 اضافی هم در آورده 100 تومان رسمی نه بابا حقته برو یه جفت گیوان برای خودت بخر برو جانم برو بخر بس چی به تیمه زنن یه وقت نفر بعدی بیا جلو بیا را بیا بیوانم جلو اکبری سلام بو داشتی من مره اخکون اینم قبل داشته درسته درسته ای سیبیل کلوف مگه چقدر از من طلب کاری که من نمیدونستم 50000 تومان چی 50000 تومان بله هیچ قسط 10 تیکه زمینه ده تیکه زمین میخواستی چی کار کنی بابا میخواستی توش گندم بکاری یا سر بابا تو توش چال کنی هن تو براش بگو کار آقا قلی اینه که از زمین ها رو بزخر میکنه بعدم با چند برابر قد میده به خلق الله ها پس زمین خاری که میگن توی ها خیلی خوب نصف پولشو بهش بدین زیادش هم هست چرا نصف برای این که تو زمین خاری و من بیشتر از نصفی نمیدم ولی به من میگن قلی پرنگی از حلقومت میکشم بیرون ها که نزولش هم ازت میگیرم من باج به شغال نمیدم اگه پر رویی هم بکنی از پلنگ سوسک میسازم سوسک میسازی الان حسابتو نمیدم بل کنی بذار پولشو بریم کورشو گم کنه بره ابجی تو برو کنا تو دل نازکی دل رحمی کار دست ما میدی برو جان نهری میشنی بگه اینجا جالیزی این دیچی جانه باری این از کجا آمده این دیچه اینا سرگرم از دارون هستن ما که پول مردم بودیم این بیچرار اینجا نگه داشتیم این دیچه شدم باریم دیم مامون سلامت جانم برو بینی
به پیدرتون لعنت. ببین که باسم چی خاطر پولی کردم. نه آب جی بادم جونه بم آفت نداره. بابا جان بنده پول مولای مردم همه را دادم. به جان تو همه تو رو دعا کرد. خب پس دیگه به مردم به دهکاری نیستم. نه قربان تو برم. نه آبدا نه. خب پس اجازه بدین برم ده گلنار منتظرمه. دلمون برا تنگ میشه. منم همینطور. ولی خب اگه یه وقت کلام تو این شهر بیفته ها نمیان وریش دارم. خدا حافظ. خدا حافظ. این نامرد با گرنار من چی کار میکنه؟ اون شوهر من درست شکل توه. راست میگه. درست مثل دو در شلوار پاچی خیزی باسته دونه نیست کرده باشن. جلال خالق رضا قولی؟ جان بیا گلنار جان رضا قولی منم. درسته رضا قولی اونه. رضا قولی هنی یا تو بخونه یا بابا دیگونه شدیم ما دستی اگه من دیگونم و پس بچی دستی تا ما با که دیگونم